بینندگان نهایت ارجمند، السلام علیکم. باز هم وقت نشرات 6 ساعته سیمای کابل از طریق تلویزیون وطن ما فرا رسیده و ما در این چند ساعت در خدمت قرار داریم و این نشرات ما بر یک هفته دوام میکنه بدین روزای شنبه و یک شنبه که شما خود خبر دارین. روزای شنبه و یک شنبه برنامه های خاص مستقیم داره تلویزیون وطن ما. در ساعت اول این مقدمه است که ما خدمت شما عرض میکنم با بعضی مطالب دیگه و آهنگ هایی که حتما انشاءالله طرف توجه شما خواهد بود. ساعت دوم شکوه عشق یعنی تو. ساعت سوم پروگرامی که زیاد شکر بیننده داره، خاطرات، که موضوع بسیار جالب است، من خودم بیننده هستم. ساعت چهارم حکایات و داستانهای بسیار عبرت آموز که هم شنونده خاص خود و بیننده خاص خود داره. ساعت پنجم زن یعنی زندگی، که خانم ها شاید علاقه مند هستن به این برنامه، مردها هم میبینن. و ساعت ششم معلومات آفاقی، که باور بکنین که این برنامه رو من خودم گوش میدم 2-3 بار ببینم، بخاطر که واقعا معلومات است به درد بخور. امی یک مسئله بود که ما یاد کرده بودیم و دوستای ما از ما خواسته بودن که امی 7 خان رستم اگر ما به معرفی بگیریم، وعده کردیم، اما مطالب دیگه پیش آمد، اوزای وطن آمد، سر اوزای وطن پیچیدیم، به اصطلاح کمک از یاد ما رفت. بعد دوستا گفتن مثل که مشغول پای دیگه شدیم، فراموش کردیم بگوین 7 خان رستم. و یه 7 خان رستم اگه بخاطر داشته باشین، میگفتن که آدم فلان کار میگه تا اوج رسیدن باید از 7 خان رستم گذشت. که من یک بار دیگه مثال گفتم، یک وقتی در رادیو تلویزیون اگر میخواستین مقرر شوین، بخصوص نطاق، از 7 خان رستم باید میگذشتین که بجا بود. یا وزارت خارجه، یا آریانا افغان هوایی شرکت، یا بعضی مراجع دیگه به بسیار مشکل کارمند میپذیرفتن، میگفتن که باید از 7 خان رستم گذشت. یا اگه پاسپورت بگیری یا خارج بری فلان جایی، میگفت که از 7 خان رستم بگذاری. این مثلا یک اصطلاح شد، از 7 خان رستم گذاشتن. این خان است، خی الف نون، نه خوان، که او خوانم خان تلفظ میشه، اما 7 خان رستم. شاید دوستایی بگوین که خان چی مانه؟ خان در اینجا آفت، بلا، مشکلات، ناممکنها معنا میده، که در شاهنامه فردوسی بسیار به جا آورده. شما میفهمید شاهنامه از حکایات کیومرث شروع میشه تا به دارا و اسکندر به پایان میرسه، بخش بخش جدا داره. دوستای هم به این چورت بدن که آیا این داستانهای شاهنامه فردوسی و دیگه شاهنامه ها حقیقی است یا افسانه است، مثل 1001 شب؟ که باید گفت اکثر ازی و تمام ازی خیالی است، اما بعضیش هم واقعی شاید باشه، که دانشمندای ادبی میگن به خاطر ازی که واقع چه پیدا بکنیم، پس به خود شهرام باید مراجعه بکنیم. اما بسیار زیاد عبرت آموز است، بسیار زیاد عین زمان فرهنگی و ادبی است، بسیار سیاسی است. یعنی آدمایی که در نظام و در دولت تشریف دارن اگر ای را مطالعه بکنن، که خوشبختانه ای به نام داستان باستان ای را به نثر آوردن که بسیار جالب است. دوستای ما نمی کتاب فروشی ها در وطن یا در بیرون، در جای کتاب فروشی هاست، کتاب فروشی های دوستای ایرانی ما هم حتمی ای کتاب داره، اگر نظمش کمک ثقیل است اما نثرش بسیار ساده است، ای را پیدا بکنین و بخونین. ای 7 خانه رستم خلاصه میشه به 7 مرحله، که اولی که باید بگویم کیکاووس یک شاه است، به خاطر جنگ میره با دیو سپید، دیو با دیو سپید در مازندران. وقتی که اوجا میره در ایجا
مغلوب میشن. دیو سپید کدام کار میکنه که کیکاووس با سپاش نابینا میسازه، یعنی کور میسازه، همیشه مغلوب میسازه و در مغاری به اصطلاح نگهداری یا زندانی میکنه. کیکاووس توسط کسی با زال پدر رستم نامه روان میکنه که کوشش که رستم به خاطر نجات ما روان بکنی. راه از بسیار دور، فاصله بسیار زیاد، باید چندین شب و روز با اسب تاخت تا به دانجا رسید، تا مازندران. اینجا هفت مرحله است، هفت خانه رستم که این قصه بسیار ممکن طویل دراز باشه، اما من لب لباب و خلاصه بر شما قصه میکنم که واقعا جالب است. اول وقتی که رستم حرکت میکنه به طرف مازندران به خاطر نجات کیکاووس، خان اولش این می باشه که خب میرسه به یک دشت. در این رخش اسب رستم هم شار قوی اسب است که گرز و تیغ و نمی فهم خود میگن کلا و اسباب جنگی که داره تنها همین رخش میدونه که حمل کنه، دیگه هر حیوان دیگه ناممکن است که ببره. میگن در مرحله اول یا خانه اول به یک دشت میرسه که پر از گورخر است. یکی زلمش رستم یکی از گورخرها را شکار میکنه، میره در یک جای آتش میفروزه، این کباب میکنه، نوش جان میکنه گورخر. چی مزه بده. خب که سیر کرد قرار خواه میکنه، رخش هم اعلام میکنه که به اصطلاح بره بچره و خدا سیر کنه. نگو که ای جایی که رستم خوابیده پناهگاه یا اقامتگاه یک شیر است، شیری بسیار خطرناک. شب شیر میایه، میبینه که رستم در دور خواب و رخش ایجا میچره، سر خواست که سر رستم حمله بکنه، رخش نمانده شیر. شیر با سم خود در کله کله زد، با دندان خود میگیره قیلکو در زمین بزن، قیلکو به زبید بزن، شیر از بین برد که رستم بیدار شد. بیدار شد که رخش شیر کشته. باز به رخش گفت که رخش بچه ده یک کارهای کلان غرز نگی، اگر تو را شیر میخورد میکشت ما ای باربند خدا چه رقم میتونستم انتقال بده، دیگه این کارها را نکنی مرا خبر. خب این خانه اول یا مرحله اول تیر میشه، میرسه به خانه دوم که تشنگی رستم است. میگه به یک دشت میرسه که این قدر ای آتشین است، آفتاب میتابه. با گفته فردوسی بزرگ میگه اگر کدام پرنده از تیر شود در ما هوای کباب میشه، خدا از زی گرمی نجات بده. مثل که دمام سوناخ باز خوب است، خدا هم چرا خیلی داغ بده. رستم بد تشنه میشه، بیحال میشه، به زمین میفته، رجوع میکنه به خدا که ای خدا اگر تو میخوایی که رنج ما زیاد کنی، رنج ما زیاد کن، خوش دارم رضای تو را، اما من یک رستم هستم، میرم نجات یک مخلوق یا مخلوقاتت که کیکاووس و سپاهش هست، مرا خوار زار نساز، پدر ما به مرگ ما داغدار مساز. امی راز نیاز خدا با خدا میکنه، بسیار سرش ضعف میفته، باز میخیزه، باز حالتش اتاب میشه که یک میشه میبینه، یک میش گوسفنده که روان است که با خدا اینمی میش خو که میره اطمان جای او میره، یکی میره تعقیب بکنه با رخش خستتر از خود که رخش نام اسب رستم است. میاین تصادف که این میش به یک چشمه برای او خوردن، خدا را شکر میکنه، میکلش از تو است که میشه با ما روان کدی تا ما به ای آب برسم. آب می نوشه، رخش شستشو میته، او هم آب می نوشه و از مرحله دوم هم میگذره. میرسه به مرحله سیوم که کشتن اژدهاست. باز می به یک دشت دیگه میرسه، یه هم دشت از دیگه مانده و زلط یک
اینجا میگه گورخر از شکار میکنه، ایره کباب میکنه، میزنه صاحب که نگو که اینجا هم جایگاه یک اجده هاست. اجده های گزار خطرناک از دانش آتش باد میشه و تو گپا. ای که من شو در جایگاهش تصادف که اسب بیره میبینم. چون برش گفته بود که تو قرار نگی این مرا خبر که میای بسوم میزنه شیعه میکشه رستم بیدار میکنه. رستم که بیدار میشه از اژدها خبر نیست. از رستم نمیدونم مگر چی است. تنها اژدها رو اسب دیده. سر اسب قهر میکنه که من به جای اسب بیدار کردی ظالم دیگه کار رو نکنی. اما اژدها خود پت میکنه. بار دوم تکرار میشه. بار سوم تکرار میشه. امی اسب میکوب زمینه. رستم که بیدار میشه اژدها خود پت میکنه. دفعه چهارم یا سوم که من غلط نکنم که اسب رخش ایران میمانه که اژدها خامد با این قد و قواره و دفعا چطور بکنه رستم میزنه میکوبه رستم بیدار میشه اژدها گریخته نمیدانه میره بجان اژدها. اژدها بگب میگه تو کیستی؟ ما باید پیزی که من تره بکشم نام تره. میگه من رستم هستم. تو نامت بگو تو چی نام داری؟ اژدها خواستی که مادر کباب میکنم بداغت. من رستم از خانواده نیرم هستم. نیرم یعنی نریمان. نریمان یعنی جهان پهلوان. نکی رستم. رستم زال سام نریمان. رستم پدرش زال سام بابا کلان نریمان نکیش بیسم. میگه من از خانواده نیرم هستم. نیرم یعنی نریمان. آل ما خدمتت میرسم. اژدها را سرش میزنم. ای از مرحله سوم میگذره میرسه به مرحله چهارم که یک جادوگر است. کجا میرسه؟ یک جایی میرسه سبززار آب. یک حال از تصادف میبینه بقیل یک شما که یک سفره پنج شده ایجا دور از دل کل ما شماسه. برگک های بریان، مرغ های بریان، مرغ های مرغ شهید نه مرغ سعید. شراب او کبابش بوسه میوه و تکپا یه ایران میمانه که چیگه این کار کار یک جادوگر است بخاطر بدام انداختن رستم. رستم نر وارسه میشینه کبابا رو میخوره شراب هم میزنه که ده ایست که باید خواندن شروع میکنه رستم که من چقدر جنجال دارم که این طورم قصه شیر میگه کیره دیگه فردوسی بسیار مقبول گفته که بزور شما که بخونین کیفی دیگه داره که من دیکلمه کده نمیتونم. میگه از صدای خواندن از که تنبور که داره کده خودش که میگن تنبور بسیار خوش داشت درستم از جادوگر زن خبر میشه. جادوگر خدا آرایش میکنه یک خره بسیار خطرناک هم جادوگر داره. من پیش رستم که من رستم نام خدا رو میگیرم خدای مرا کمک کن. این نام خدا رو که میگیره ای زن به حالت اصلی خود نه. این امو خبیس جادوگری که میخواید رستم رو بکشه. در اینجاست که به حساب ای جادوگر حلاب میکنه. میرسه پیش. با کجا میره؟ به خانه پنجم. جنگ با اولاد مرزبان. این منطقه مرزبان نام داره. ای رستم خواست. اسبش به حساب میچره. این مردم محل یک که میبینه که اسبش چیزایی داره خورده من سر رستم معامله میکنن. رستم که بیدار میشه میگه چی که پس این مردم عرض کده پیشی حاکم او منطقه که مرزبان نام داشت او اولاد نام داره بر اولاد شکایت میکنن. اولاد که سپاه خود مه ایک سال میگه تو کیستی؟ میگه من اولاد نام دارم. میگه حاکم هستم. تو چطور هست چیزای مردم ها خورده بود؟ که خب مردم بونه سر ما مملکت خیر زد باش متوان جب مقال مقال که میکنه این خراب سه بسترا میگیره. میگه تو من نمیجوزی من رستم هستم. اولاد که بسته میکنه اسکرایش نرواره میگروزن. اولاد میگه که من نمیکشم اما که من کمک مرا به مازندران ببر تو بلد هستی. میگه بله بلد هستم. گفت اگر مرا نمیبری میکشم. اگر میبری ما اونجا کس را نجات میدم بعد تو را من شاه مازندران میسازم. میگه صحیح است. حیوازم که میگه نیست سر تو اعتبار نیست.
اینم تو بسته میبره، از این مرحله خلاص میشه. میرسه مرحله ششم که جنگ با ارژنگ دیو است. دیو سفید دیگه مانده که کیکاوس پیش بندیست. این ارژنگ دیو در جایی که میرسن شام میشه و سب هل هل هست و رقص هست و پایکوبیش شراغان میشه توسط و کچوب روشن میگن چرا کم. این اولاد پرسان میکنه که چی که پس میگه در اوجه ارژنگ دیو اونجا که روشنی هست یک خیمه داره. یا خوشی و طرف هم میکنن که شهر نگام بکنن همی ارژنگ دیو نگاه میکنن. میخو دیو سپید در کجا میگه دیو سپید جای جداست. میخوای بایی که اول ارژنگ دیو از بین ببری. رستم میره به جنگ ارژنگ دیو. خلاصه که رستم از ارژنگ دیو هم از بین میبرن. اولاد هم میگه که بچیم دیگه نال با دیو سپید نشان گفت. دیو سپید در کو در مهاره کو زندگی میکنه که آرگاه و آرگاه. ای سب میره با اون مرحله همون جایی میرسه که دیو سپید است. خلاصه که دیو سپید کدیش می جنگه گای رستم مفته گای دیو مفته گای ای گای او تا که دیو سپید میکشه. میکشه میرن جایی که زندانی کدن کیکاوس با سپاش پیدا میکنه کیکاوس نابیناست. رستم چی میکنه؟ جگر ای دیو سپید میکشه از جگرش یک قطره خون میگه به چشمای کیکاوس کنداخ بینا میشه به امر خدا. امیر خم کل سپاش بینا میشه. پس کیکاوس نجات میده و ایره میگن که هفت خانه رستم. ای که معذرت میخوایم ما پیری و زهیری یک قدر قسم نیه کلک جای میشه خانه ای آباد. همون گفت حافظ یادمه که در اندرون من خسته دل ندانم کیست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غواست. اندرون من این گپا کلش از اندرون میشه. من که جایی میبینم هیچ چیز نیست. به هر صورت دوستای عزیز ای بود برنامه مقدمه کوتاه ساعت اول ما. ما در مجموع 6 ساعت دیگه در خدمت شما هستیم. ما با شما خداحافظی میکنم. بازم میگم که خداوند مریضا را ساعت عاجل و کامل از دواخانه و شفاخانه خود نصیب بکنه. رفته ها را همیشه غریق رحمت خود داشته باشه و ما شما را از هر گونه حادثات زمینی و آسمانی و این و آن در امان خود داشته باشه که میگیم خدای تو قبول کن. آمین یا رب العالمین.